در وین همه در انتظار معجزه نشستند. انریک مورا، هماهنگ کننده گفتگوهای وین به نمایندگی از اتحادیه اروپا، همچنین جوزف بورل، مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت این اتحادیه، تلاش دارند وصلتی انجام گیرد و ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به برجام یا توافق هسته‌ای بازگردند تا شاید از این طریق بتوان راهی برای خروج از بحران انرژی که اروپا بعد از حمله روسیه به اوکراین با آن دست به گریبان است یافت. یکی از همکاران انریک مورا به کیهان لندن میگوید ادامه این بحران و عدم دستیابی به توافقی در وین و به ویژه اگر ایران فعالیت‌های اتمی خود را با سرعت یک سال گذشته گسترش دهد، خطری دیگر و مهمتر بازار انرژی اروپا را تهدید می‌کند. ارگونه تشدید بحران و یا اقدام احتمالی نظامی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی می‌تواند به بسته شدن تنگه هرمز و یا کاهش شدید امنیت برای تردد نفتکش‌ها بیانجامد و عملاً صدور نفت کشورهای خلیج فارس کاهش پیدا کند و در نتیجه ما شاهد افزایش بهای آن باشیم. ضربه‌ای که اقتصاد کشورهای اروپایی به سختی خواهند توانست تحمل کند. غیر از سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا، نمایندگان دیگر کشورهای حاضر در این مذاکرات با چمدانی از بدبینی به وین سفر کردند. از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تا جان کربی سخنگوی ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید، از آن سوی اقیانوس کسی با امید به پایان موفقیت آمیز گفتگوها به وین سفر نکرده است. جان کربی توپ ناامیدی را به زمین جمهوری اسلامی پرتاب می کند و می گوید ما برای همیشه منتظر نخواهیم ماند تا ایران این توافق را بپذیرد و انتظار این است که ایران توافقی را که اکنون روی میز قرار دارد بپذیرد. البته علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین نیز موفقیت این مذاکرات را در گروی تصمیم سیاسی جو بایدن می‌بیند. تا کنون آخرین پیشنویسی که دو هفته پیش جوزف بورل برای طرفین مذاکره ارسال کرد منتشر نشده است. دیپلمات‌های اروپایی و نمایندگان کشورهای حاضر در گفتگوهای وین نیز در مورد آن صحبت نکردند، ولی گویا تهران و واشنگتن هیچ کدام از متن این پیشنویس رضایت ندارند. یک دیپلمات اروپایی حاضر در گفتگوهای وین به کیهان لندن میگوید تهران و واشنگتن هر دو حاضر به عقب نشینی هایی هستند، ولی هنوز اختلاف نظرها زیاد است و در شرایط کنونی نمیتوان هنوز خوشبین بود. جمهوری اسلامی به گفته منابع دیپلماتیک اروپایی در وین حاضر است خواست بیرون آوردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را به برداشته شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی علیه نهادهای وابسته به سپاه تقلیل دهد. در ازای این عقب نشینی ولی می‌خواهد تضمین‌هایی از دولت آمریکا در مورد برداشتن موانع برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت‌های اروپایی دریافت کند. چنین به نظر می رسد که تهران و واشنگتن در این دو مورد اگرچه توافقی هنوز حاصل نشده آمادگی نرمش قهرمانانه داشته باشند، ولی به گفته یکی از دستیاران انریک مورا هنوز موانع دیگری نیز برای نهایی کردن توافق وجود دارد که در پایتخت اتریش نمیتوان آن را برداشت و باید در سطح بالاتر در مورد آنها تصمیم گیری شود. البته این دیپلمات اروپایی حاضر نشد در گفتگوی کوتاه تلفنی با کیهان لندن به این موانع دیگر اشاره کند، ولی گویا مهمترین آنها
روند بازگشت جمهوری اسلامی به تعهداتی است که در سال 2015 آنها را پذیرفته بود. جمهوری اسلامی گویا در نظر ندارد که بلافاصله پس از دستیابی به توافق احتمالی در وین، فعالیت سانتریفیوژهای نسل جدید را متوقف سازد، درصد غنی‌سازی را کاهش دهد و اورانیوم غنی‌سازی شده 20 و 60 درصدی را به کشور دیگری تحویل دهد. جمهوری اسلامی گام‌هایی را که در یک سال اخیر در زمینه گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود برداشته، اهرمی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است با تقویت توانایی اتمی می‌تواند بالاخره آمریکا و غرب را مجبور به پذیرفتن خواسته‌های خود نه تنها در زمینه هسته‌ای، بلکه در دیگر موارد چون سیاست‌های منطقه‌ای خود نیز بکند. این نظریه که اخیراً از سوی برخی از تحلیلگران رژیم به صورت علنی بیان شده، با توجه به شرایط جدید بین المللی و تشدید بحران‌های سیاسی پشتیبانان بیشتری پیدا کرده است. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، مسکو که تا آن زمان نقش میانجی را در مذاکرات هسته‌ای وین ایفا می کرد، ناگهان کنار کشید و تلاش کرد از این گفتگوها نیز به عنوان برگی در رو در روی خود با غرب و آمریکا استفاده کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که برای حضور در نشست آسئان به کامبوج رفته، جمعه 14 مرداد ضمن مخالفت با هر گونه تغییری در متن توافق هسته‌ای 2015 و ابتکارات پیشنهادی جوزف بورل گفت آمریکا باید نسخه اصلی سند اولیه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را بدون اضافه کردن موارد دیگر به اجرا بگذارد و به برجام اولیه، یعنی متنی که در سال 2015 میلادی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده، بازگردد. روسیه در حال حاضر به دلایل بیشمار هیچ گونه سودی از توافق در وین نمیبرد، بلکه برعکس، برداشته شدن تحریم‌های جمهوری اسلامی میتواند موقعیت کنونی مسکو را تضعیف کند. تمام سیاست‌های اخیر روسیه که به نوعی در ارتباط با ایران هستند و نه تنها در زمینه هسته‌ای، با هدف تشدید انزوای جمهوری اسلامی در جهان طراحی شدند. گفته می شود که حتی تشدید فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی نیز با تشویق روسیه انجام گرفته. اظهارات مبنی بر استفاده از ماهواره خیام نیز که قرار است با موشک سایاز روسی در مدار زمین قرار گیرد و اخباری مبنی بر اینکه مسکو می‌خواهد از این ماهواره برای جاسوسی از اوکراین استفاده کند نیز گامی دیگر در همین راستا ارزیابی می‌شود. سخنان اخیر حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه و مشاور کنونی فرماندهی سپاه پاسداران، همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات وین در جمع هادیان سیاسی سپاه، به نگرانی‌های کشورهای غربی حاضر در پایتخت اتریش افزوده است. حسین طائب در این سخنرانی گفته در موضوع برجام و آمریکا، اگر منافع ملی و امنیت ملی ما تأمین شود، پای کار هستیم، و بلافاصله افزود که البته روسیه و چین هم باید بتوانند این دو را حاصل کنند. در وین این سخنان حسین طائب این نگرانی را به وجود آورده که با توجه به بحران اخیر در روابط پکن و واشنگتن، در پیامد سفر نانسی پلوسی سخنگوی کنگره آمریکا به تایوان، جمهوری اسلامی بخواهد با بمیان کشیدن پای چین که تاکنون در مذاکرات هسته‌ای نقش تقریبا بی‌طرف داشته است، موقعیت خود را در رو در روی با آمریکا تقویت کند. اروپایی‌ها سقف زمانی این دور جدید از مذاکرات وین را یک شنبه 16 مرداد تعیین کردند.
بعید به نظر می رسد بدون معجزه علی خامنه‌ای در تهران و جو بایدن در واشنگتن در این فرصت کوتاه بتوانند جام زهری را که جوزف بورل در بروکسل آماده کرده است سر بکشند. در واشنگتن یک نگاه جو بایدن به انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر است و در تهران علی خامنه‌ای نیز به نظر نمی‌آید که بتواند به سادگی تصمیمی بگیرد که برای بخش‌هایی از سپاه پاسداران ناگوار است.